سریع ترین مکملی که بخواد به یه بدنی که خیلی سخت وزن میگیره کمک بکنه مکمل کراتین هست. تاثیرگذاریش از تمام مکمل ها میشه گفت سریع تر. شما این بارگیری کراتین رو قبول دارید؟ تفاوت مس و گینر چیه؟ به نظر من خانوما بیشتر رو عضلات جلوی پاشون نباید کار بکنن و بیشتر رو عضلات پشت پا باید کار بکنن. قند نمیخورم به شکل معمول، میوه محدوده، نمک نباید حذف بشه. من اعتقادی به این ندارم. در خدمت یکی از سوپراستارهای بدنسازی ایران هستیم، آقای محمد کاشانکی. قربونت برم، خیلی مخلصیم، خوشحالم که در خدمت شما هستم. عزیز دلم آقای کاشانکی، من خیلی سریع وارد بحث اصلیم میشم. طبیعتا این ویدیو رو خیلی از بدنسازا و عاشقای بدنسازی میخوان نگاه کنم. من میخوام یه چند تا سوالای کاربردی که برای دغدغه ذهن خیلی هست و از شما بپرسم چه کسی بهتر از محمد کاشانکی برای اینکه این ابهامات از ذهن ما برطرف شه. آقای کاشانکی، خیلی ها دوست دارن که یه افزایش سایز و حجم داشته باشن. جدا از پروسه غذایی، شما چه مکملی اول به اونا پیشنهاد میکنید؟ اما که خودتون میدونید که این ورزش 80% تغذیه است، یعنی خارج از این که من بخوام در رابطه مکمل صحبت بکنم، اولین صحبتی که میکنم به دوستان اینه که اولویتشون رو بذارن روی تغذیهشون. حالا بحث تغذیه اگه فرصت شد در رابطه صحبت میکنیم، ولی در رابطه مکمل بخوام خدمت بگم، سریع ترین مکملی که بخواد به یه بدنی که خیلی سخت وزن میگیره کمک بکنه مکمل کراتین هست، که یه مکمل فوق العاده پرقدرته و تاثیرگذاریش از تمام مکمل ها میشه گفت سریع تره. در کنارش اگر ژنتیک اکتومورف و خیلی خشک و لاغر داشته باشه، میتونه از مکمل های پرکالری مثل مس یا گینر هم کمک بگیره. بعد حالا یه سوالی که تو ذهن من به وجود اومد، کراتین رو توی رژیمم استفاده میکنم درسته؟ 100% بستگی داره به مقداری که شما در طول روز استفاده میکنی. اگر تو دوران حجم هستی میتونید 10 گرم استفاده بکنی، ولی کسایی هستن که تو دوران کاتشون استفاده میکنن بین 3 تا 5 گرم فقط قبل از تمرینشون و حتی روزهای استراحتشون هم استفاده نمیکنن، که خیلی بدنشون ملتهب نشه، به اصطلاح آبدار نشه. بعد آقای کاشانکی، شما این بارگیری کراتین رو قبول دارید؟ برای رشته ورزشی ما نه، به خاطر اینکه بارگیری به نظر من بیشتر به درد رشته های قدرتی میخوره. خب پس طبق فرموده شما، کراتین، گینر و مس فوق العاده است برای کسایی که دنبال افزایش حجم اول، ولی غذا. خب حالا مبحث غذا، اگر بخواید چند تا حالا غذا رو به همونایی که میخوان دنبال حجم چند تا آفر بدید، چه غذاهایی خیلی پر کالری تره و به حجم زودتر کمک میکنه؟ مثلا ما قدیم یادمون سیب زمینی یادمون بودش. نکته ای که خیلی مهمه، دوستانی که میخوان سایز عضلانشون رو بیشتر کنن یا به اصطلاح حجم میارن، کسایی که ژنتیک خیلی خشک دارن، باید تو تمام وعده غذاییشون کربوهیدرات داشته باشن. اکثر ورزشکارای حرفه‌ای تفاوت دوران حجمشون با دوران کاتشون فقط تو مقدار مصرف کربوهیدراتشونه. کسایی که تو دوران حجم ورزشکارای حرفه‌ای تو تمام وعده‌های غذایشون کربوهیدرات زیاد دارن و تو دوران کاتشون به اصطلاح کربوهیدراتشون یک مقداری محدودتر میکنن. پس کسایی که ژنتیک خوش دارن و خیلی سخت وزن میگیرن، سعی کنن حداقل تو 5 وعده یا 6 وعده غذاشون حتما کربوهیدرات داشته باشن. همینجوری که میدونین کربوهیدرات شامل برنج هست، برنج سفید، برنج قهوه‌ای، سیب زمینی، نون که ما ترجمه میگیم نون تیره، نون جو، و حتی خود جو رو هم میتونن به عنوان کربوهیدرات استفاده کنن. پس تو میام یعنی تو وعده‌های غذایشون 6 تا هستش، هر چقدر درصد کربوهیدراتشون رو ببرن بالاتر، برای حجمشون خیلی کارآمده. دقیقاً دقت بکنیم، مکملی هم که من پیشنهاد دادم، مکمل مس یا گینر، تفاوتش با پروتئین وی چیه؟ تفاوتش اینه که اگه فرض بکنیم بخوایم مشابهش رو تو غذا مثال بزنیم، مس میتونه یه بشقاب غذایی باشه که 80% برنج، 20% گوشته، ولی دقیقاً تو پروتئین وی برعکس این موضوعه.
80% پروتئینه، شاید 10% 20% یا حتی کمتر کربوهیدراتشه. به خاطر اینه که من هم توی مصرف مکملش مکمل مس یا گینر رو پیشنهاد دادم که کربوهیدرات زیادی داره، باز تو غذاش هم همین مثال رو زدم، باید نوع غذاش جوری طراحی بشه که عمده غذاش 50% به بالا تا 80% 70% تو بشقاب غذاش کربوهیدرات باشه. من یه سوال شاید خیلی ابتدایی بپرسم، تفاوت مس و گینر چیه؟ مقدار کربوهیدراتشه. مس بیشتره؟ بعضی از مکمل ها هستن که بعضی از شرکت ها مقدار کربوهیدرات مسشون بیشتره، بعضی شرکت ها هستن که تو گینر مقدار کربوهیدراتشون بیشتره. فقط تفاوتش تو این. بخو گاهن ما الان خیلی، من خودم به شخصه خیلی دیدم توی باشگاه ها، بوفه باشگاه ها سس سفید میذارن. خب و مثلا طرف اینا داره اولیویه میخوره، سس سفید هم میزنه میگه تو حجمم. اصلا این درسته؟ سس سفید چه تو حج چه تو کات اصلا؟ الان یه مقدار بدنسازی متفاوت شده، مثل قدیم نیست. قدیم تو دوران حجمشون هر نوع غذایی استفاده میکردن، ولی به نظر من یا اکثر ورزشکارای حرفه‌ای دیگه این کارو انجام نمیدن، سعی میکنن تو دوران حجمشون هم غذای با کیفیت، چیزی که مناسبه غذای یک بدنساز، غذای عضلات استفاده کنن. اون سس سفید داخلش چی داره؟ چربی داره، قند داره، چیزهایی که اصلا مناسب عضله من یا رشد بدن من نیست. و به غیر از این که چربیش یا حالا مزه غذامو یه مقدار بهتر کنه به خاطر قندش، کار دیگه‌ای واسه من انجام نمیده. البته هستن خیلی شرکت‌ها، الان جدیدن شرکت‌های ایرانی دارن سوسای رژیمی میزنن با چربی خیلی پایین یا قند خیلی پایین که میتونن کسایی که لایف استایل رژیمی دارن، حالا نه رژیم مسابقه، استفاده بکنن، ایرادی نداره. حالا من یه سوال داره میاد تو ذهنم بر اساس همون فرمایشات شما. خیلیا رژیمن مثل من، من خودم به شخصه فکر کنم مثلا 10 ماه تو سال یه تک رژیمم. نظرتون راجب چیت دی یا چیت میل چیه؟ واجبه یا نه اصلا؟ به نظر من کسی که میخواد این کار رو انجام بده، اول اینکه باید چربیش زیر 20% باشه. بالای 20% چربی توی بدن چیت میل اصلا معنی نداره. اگر به اون حد رسیدن که درصد چربیشون زیر 20% بود، یک بار در ماه نسبت به شرایط بدنشون و نسبت به نظر مربیشون میتونن این کار رو انجام بدن. و باز هم پیشنهاد میکنن اگه میخوان چیت میل داشته باشن، چیتشون یا وعده تقلبشون مواد قندی نباشه، نرن شیرینی بخورن یا بستنی بخورن یا اینجور چیزا. سعی کنن چیتشون هم غذا باشه، یعنی مثلا پیتزا میخوان بخورن یا غذای پرکالری برنج و مایچه میخوان بخورن. سعی کنن غذایی چیت بکنن، نه مواد قندی که اصلا مناسب بدنشون نیست. و خیلی موافقم، باعث میشه که اون یک نواختی که تو بدنشون اتفاق افتاده متابولیسمشون تغییر کنه، کلا ثابت شده به این شکله. و پیشنهاد بعدی اینه که حتما روزی چیت بکنن که فرداش میخوان اون عضله ضعفشون رو تمرین بکنن، که اون چیت باعث بشه که اون عضلهشون رشد بکنه. آها، من خودم خواستم چیت کنم میشه پنجشنبه شب چیت میکنم، جمعه هم استراحت. پس یعنی روزی که میخوام عضله ضعیفمو کار بکنم شب قبلش، شب قبلش یا ظهرش. بعد فقط جسارتا، خب مثلا از کجا بدونیم؟ یعنی فقط با دستگاه بادی آنالیز متوجه شیم چربیمون چند درصد؟ یعنی یه چیز اینجوری مقداری هم مثلا اگه مثلا پکت در اومده این درصد میشه اینجوری گفتش؟ تقریبا ورزشکارایی که حرفه‌ای کار میکنن، وقتی همیشه حواسشون به بدنشون هست، تقریبی خودشون متوجه میشن که به چه شکله. ولی معمولا اگر شما بخوای مقدار چربی بدنتو بدونی، با همون دستگاه بادی کامپوزیشن یا همون این بادی میتونی دقیق متوجه بشی، که حالا خیلی جاها دارن و شاید مجموعه ما هم بیاره، ولی فعلا مشخص نیست. و من خودم کاری که همیشه انجام میدم اینه که حداقل هفته یک بار سایزای بدنمو چک میکنم که روندم به چه شکل بوده. ورزشکار حرفه‌ای معمولا این کارو میکنن، سایزاشون رو چک میکنن. جایی که خیلی مهمه، حالا استعداد بدنو باید ببینی کجا بیشتر چربی ذخیره میشه، دور شکمو میگیرم، دور سرشونه رو میگیرم، دور بازو، دور ران، و کاملا متوجه میشم که اگر تو این هفته غذام یا تغذیه هر چیزی که دارم استفاده میکنم و تمرینم اگر رو به خوب نبوده، خوب بوده یا رو به بد بوده،
دور شکم اگر اضافه شده، چربی اضافه کردم، روندم خوب نبوده، دور بازوم بیشتر شده، دور شکم کمتر شده، چربی کم کردم، عضلات اضافه کردم. و به نظر من ورزشکار حرفه‌ای باید یکی دو روز یک بار وزن خودش هم داشته باشه، یعنی هم وزن بکنه هم هفته یک بار سایزاشو بگیره چک بکنه. با این مراقبت میتونه خیلی مراقب بدنش باشه که خدای نکره از اون حالت خارج نشه. اگر از دستش خارج بشه و کنترلی روش نداشته باشه، یه موقع به خودش میاد میبینه که خیلی دیر شده دیگه، جمع کردن کلی چربی و از دست دادن عضله یه اتفاقی که راحت نمیشه دوباره درستش کرد. متوجه شدم چقدر قشنگ و جامع دارید شما راجع این موضوع به من میگه. قشنگ من 10 تا سوالم یه جا شما فرمودید. حالا یه بحث دیگه، بحث جذاب کاهش وزن. برای کاهش وزن الان شما طبق فرمودید شما باید میزان پروتئین ما بره بالا و کربوهیدرات ما کمتر بشه، درسته؟ برای کاهش وزن و چه مکملی میتونیم استفاده کنیم؟ یادمون نره فقط این نیست. اولین چیز باید قند و از مواد غذاییمون حذف کنیم. خیلی‌ها میگن قند مفید داریم، قند غیر مفید داریم. من اعتقادی به این ندارم. قند قنده. حتی قندی که داخل میوه هم هست قنده. فرق نمی‌کنه. یا خیلی‌ها میگن که این قندی که ما کنار چای می‌خوریم این غیر طبیعیه، قندی که داخل میوه است طبیعیه. هیچ فرق نمی‌کنه. قند برای یک بدنسازی که می‌خواد پوست نازک داشته باشه و بدن فیت داشته باشه چیز جالبی نیست، مخصوصا که برای سلامتی بدن اونم خوب نیست. به هر حال این قندایی هم که کنار چای ما میخوریم از چی میگیرن؟ از نیشکر میگیرن، فرق نمیکنه، اونم پس گیاهیه. پس به هر حال اولین چیزی که باید حذف بکنیم قند. قند رو باید کنترل بکنیم. دومین چیز باید چربی های بد رو از غذامون حذف بکنیم و چربی های خوب رو بهش اضافه بکنیم. باز هم چربی های خوب هم باید به مقدار درست، اونم اگر بخوام تعدادش رو زیاد، مثلا من بشینم روزی یکی دو فندق بخورم یا بادوم بخورم یا مغزیجات بخورم، بازم کالری بالایی دارم وارد بدنم میکنم، بازم امکان داره که اون کالری باعث بشه که وزن من بره بالا. پس باید سعی بکنم اون هم به اندازه، اولین چیز قند رو حذف بکنم، چربیای بد رو حذف بکنم و تا یه حدودی کربوهیدرات، بستگی به شرایط بدن داره. من شاگرد دارم که کربوهیدراتشو 100% از بعد از تمرینش به بعد هضم میکنم، شاگرد دارم بهش یه دونه سیب زمینی دارم، شاگرد دارم تو دوران کاتش باز شبم بهش کربوهیدرات میدم. ژنتیک، متابولیسم، تیپ بدن، شرایط، همه اینها متفاوته. به خاطر این نمیشه گفت کلیشه دقیقا همه باید یه چیزی رو رعایت بکنن. کلیشه‌ای که مهمه اینه که چند تا چیز باید رعایت بشه. قند، چربی به طور کل هضم بشه. حتی واسه کسی که رژیم لایف استایل داره، رژیم مسابقه نداره، که بتونه، کاری که من خودم همیشه میکنم، معمولا قند نمیخورم به شکل معمول، میوه محدوده، روزی یه واحد، یه دونه موز یا یه دونه سیب بیشتر نمیخورم، سعی میکنم صبح بخورم. کربوهیدراتو الان میخورم، مثال برنج خودم درست میکنم، ولی روغن زیتون خیلی کم، و تو غذام هم سعی میکنم یا آبپز باشه یا گریل باشه، یعنی دستگاه سرخ کنه بدون روغن دارم با اونو غذامو درست میکنم. خب کاشان که من چند تا رو چون کنم طبق فرمول شما، این خب برای عزیزانی که مسابقه ای بودن خب اینا رعایت کنن. یه نفر هم هستش به عنوان مثال میگم من شکم پهلو، اما شکم پهلوم بره مثال، اون آدم چقدر میتونه تو طول روز برنج بخوره، چند قاشق، و آیا مثلا اون کربو سایکلینگ با بازی با برنجش با باشه یه روز قد چه روز قد نشه، نظرت راجع به این چیه؟ اون که رژیم ها مختلفه، مثل رژیم کتو، رژیم کربو سایکل، اینا همشون هست، ولی عرض کردم خدمتت باید از نزدیک اون شخص رو ببینیم. اول ببینیم شرایط بدنش چجوری، دلیل چاقیش چیه، ژنتیکیه یا حالا هر دلیل دیگه‌ای میتونه داشته باشه، آیا سابقه ورزشی داره نداره و همه اینها. ولی در کل باز هم صحبت قبلمو تکرار میکنم، دو تا چیز رو سعی بکنه حذف بکنه، قند و چربی و حذف چربی بد حذف بشه و بیاد کربوهیدراتش هم کنترل شده بخوره. اگر میخواد نهار برنج بخوره و قطعاً باید بخوره، نباید قطعش بکنه، به نظر من 100 گرم برنج برای ظهر، برای شب، خودن هر قاشق، ما بدنسازا همیشه قاشقی میشمردیم، ولی خب حرفه‌ای‌ها خارج از ایران همشون وزن میکنن، هر قاشق حدود 10 گرمه، 10 قاشق، بین 8 قاشق تا 10 قاشق، 12 قاشق میتونه برنج استفاده کنه.
و اگر تامینش بعد از دور قبل تامینش یه دونه سیب زمینی کوچیک، از بعد تامینش به بعد اگر چربیش بالای 20 درصد سعی کنه یه خورده کنترلش کنه. نهایت یه نصف سیب زمینی و سعی کنه کربوهیدراتشو از همون سبزیجاتی که داره استفاده میکنه مثل کاهو یا کرم بروکلی، اونا هم داخلش کربوهیدرات داره، از اون تامین کنه. و حالا مغزیجات میتونه 10 تا دونه بادوم بخوره بعد از تامینش کنار اون فیده، کنار اون وعده غذایش، و اینجوری کربوهیدراتشو تامین بکنه. دیگه برنج نخوره، دیگه سیب زمینی نخوره. ولی باز هم میگم باید از نزدیک ببینیم. من شاگرد داشتم یا بچه‌ای بودم بهشون مشاوره دادم، بعد از تامینم بهشون سیب زمینی دادم، شام هم بهش کربوهیدرات دادم، همینجور که من خودم شبا برنج قهوه‌ای میخورم بدون روغن و کم نمک. نمک نباید حذف بشه، کم نمک میخورم. و نمیگم الان شرایط بدنم شرایط مسابقه‌ایه، ولی تقریبا 50% همیشه سعی کردم بدنو نگهش دارم. خب یکی از دغدغه‌ای که خیلی از عزیزانی که حالا مثلا وزنشون زیاد بوده دارن اینه که آقا من الان رژیم گرفتم پوستم شل شده، یعنی پوستم افتاده، حالا چه برای خانوما چه برای آقایون، حالا تو سنکشم احساس کنم کمتر این اتفاق، ولی چیکار کنم که پوست جمع شه؟ اون پوست آویزون چیکار کنم؟ بستگی داره. یه شخصی هستش که وزن خیلی بالایی داره نسبت به قدش، مثلا قد 170 سان 130 کیلو 140 کیلو، به هر حال هر کاری که بکنین وقتی چربی شکم از بین بره اون پوست اضافه میمونه و معمولا خیلی کاری نمیشه کرد. 1 به 1000 هست که ژنتیک خیلی خوبی دارن تا یه حدودی پوست باشون همراهی میکنه، تا یه حدودی. ولی معمولا تنها کاری که میشه کرد برای اون کسایی که پوست اضافه میاد فقط عمده. خیلی مکمل ها رو میان پیشنهاد میکنن ولی من اصلا اعتقاد ندارم. چرا؟ کیوتن امکان داره تا یه حدودی بتونه کمک بکنه، چون ثابت شده که کیوتن هر جایی که سلول مرده است تا یه حدودی، حتی خطای صورت، یه آنزیمیه که امکان داره کمک بکنه تا یه حدودی، ولی خیلی نه، شاید 5%، شاید خیلی انجام بده 10%. ولی معمولا تا جایی که من دیدم و تجربه دارم اکثر بچه‌ها میرن عمل جراحی میکنن. اونا که حالا یه ذره پوست شل دارن چی؟ یعنی مثلا به عمل نمیرسه، مثلا رو نروش، مثلا یه ذره اینجا شل شده پوستش، اون آیا مثلا من بر اساس ذهنیت خودم اومگا تیری کمک میکنه، همین کیوتن کمک میکنه، یا مثلا در این حد؟ در این حد کمک میکنه، هم چربی غذاشون و هم غذای پروتئینیشون رو بیشتر بکنن. میتونه از پروتئین های کلاژن هم استفاده بکنن برای سلامت پوستشون، هست، ما تو داروخونمون هم داریم، تو مجموعمون هستش، میتونن کمک بگیرن. پروتئین در... کلاژن بله، در این حد مشکلی نداره، قابل رفعه. ولی کسی که وزن خیلی بالایی داشته، چربی شکمیش خیلی زیاد بوده و کم کرده و پوست، کلی پوست اضافه آورده، منظورم اون بود، اون باید عمل جراحی بکنه و اون پوست اضافه رو برداره. من توی یکی از پست‌های شما دیدم که راجع به اهمیت مولتی ویتامینا صحبت کرده، ویتامینای گروه ب. کلا ویتامینا برای ب، د، چه بدنسازا باید کدوم ویتامینا رو حتما استفاده کنم و تایمش کیه؟ چیزی که خیلی مهمه توی ویتامین ها و اکثر بدنسازا خیلی ازش کمک میگیرن، کمک به چربی سوزی و کمک به جذب پروتئین. اکثر ویتامین های ب هم این کار رو تو جذب پروتئین برای ما انجام میدن و اکثر ورزشکاری که میخوان مسابقه بدن کمک میگیرن، هم تو چربی سوزی خیلی ازش کمک میگیرن. مثلا خیلی ها نمیدونن که ویتامین B1 خیلی کمک میکنه که قند تو بدن سریعتر بسوزه، یا B6 کمک میکنه که جذب پروتئین ما خیلی بیشتر بشه. با خوردن شاید یه دونه ویتامین B6 که محلول در آبه، شاید مقدار پروتئینی که در طول روز استفاده میکنیم کمک بکنه که یک مقداری جذبش بیشتر بشه. و من میخوام از این فرصت استفاده کنم و بگم یه دو تا نکته است که خیلی مهمه. اینه که همیشه بچه‌ها یادشون باشه که ویتامین های محلول در چربی رو سعی کنن همراه غذا بخورن، ویتامین های محلول در آب رو با معده خالی استفاده بکنن. این دوتا نکته خیلی مهمه که جذبش خیلی بیشتر میشه. ویتامین های محلول در چربی چی هست؟ مثل ویتامین ای، ویتامین دی هم محلول در چربی داریم، یا حتی اومگا 3 همراه با غذا جذب خیلی بهتری داره. ولی ویتامین هایی که محلول در آب هم مثل B1، B6، B12، ویتامین C، اینا محلول در آب هن.
با معده خالی استفاده بشه خیلی بهتر عمل کرده. مثلا ویتامین B اگه قبل خواب استفاده بشه خیلی تو ریکاوری ما هم کمک میکنه. شما اگه فیزیوتراپی رفته باشین، خدای نکرده یه آسیبی دیده باشین، بعد از فیزیوتراپی معمولا به شما میگن که B1 استفاده کنید، ویتامین C استفاده کنید، منیزیم استفاده کنید. خیلی سرعت اون ریکاوریتون، سمومی که داخل عضلاتون ترشح شده رو خیلی سریعتر دفع میکنه. ریکاوریتون رو سریعتر میکنه. یه سوالی که خیلی از حالا مخصوصا خانم ها میپرسن، نمیدونم من سوال میپرسن حالا به عهده اونا که میپرسن دیگه، من دعوا نکنید، میگن چیکار کنیم؟ فقط به عنوان مثال بالا تن و پایین تن، مثلا قسمت مثلا باسن ما بزرگ شه، نمی‌شه فقط یه قسمت خاص بزرگ شه، آیا این شدنیه؟ قسمت مثلا سینه و باسن ما بزرگ شه، یا مثلا چیکار کنیم فقط رونای پامون کوچیک شه، این شدنیه؟ ببینید اون کسی که برنامه اون شاگرد رو می‌نویسه، چه خانم چه آقا، مثلا یک مهندسه، باید بتونه درست طراحی کنه، باید بدونه که آناتومی خانم‌ها و فرم بدنشون با آقایون فرق داره. من خیلی خانوم ها رو میبینم که متاسفانه برنامه از آقایون میگیرن، خیلی از دوستان نوع برنامه‌ای که برای خانوم ها مینویسن دقیقاً شبیه برنامه آقایونه، ولی در واقع نباید اینجوری باشه. به نظر من خانوم ها بیشتر رو عضلات جلوی پاشون نباید کار بکنن و بیشتر رو عضلات پشت پا باید کار بکنن. و اینو من خدمت بگم، حالا یه نکته خیلی کوچیکی بود که خیلی باید این رعایت بشه، کسی که برنامه میگیرن باید بدونه که آناتومی خانم ها و تو بحث زیبایی شناسی یک مقداری نسبت به آقایون متفاوت. یکی این نکته. نکته بعدی این که همینجور که خودت میدونی ورزش بدنسازی بادی پمپه. ما میریم داخل باشگاه اون عضله رو، خون بدنمون رو به وسیله تامینا پمپ میکنیم تو اون عضله‌ای که هدفمونه و میخوایم رشدش بدیم، و به هر کجایی که بیشتر توجه بکنیم قطعا خون بدن ما تو اون نقطه بیشتر میره و رشد بیشتری میکنه. دقیقا فرق نمیکنه چه خانم چه آقا، هر چقدر شما توجهت به اون عضله هدفت بیشتر باشه، مثال میخوای عضله پا رشد کنه، عضله سروینی رشد بکنه، باید توجهت و تمریناتت رو اون نقطه بیشتر باشه. دوبار در هفته اون نقطه رو تمرین بده. تو قسمت های اگر آناتومیش رو بدونن، مثل عضله سرینی یا همون عضله باسن، مثل عضله سرشونه است، قسمت های مختلف داره، باید بدونن که با چه حرکتی کدوم قسمت رو، با چه حرکتی کدوم قسمت رو میتونن تفکیک بکنن. مثال من سرشونه رو، مثال روز سرشونه از جنوم رو روز سینم دو سه تا حرکت میزنم، چون هم سینم درگیر میشه هم جلوی سرشونم. عضله پشت سرشونه و عضله کنار سرشونم رو جدا تمرین میدم. مثال من اینجوریه، عضله پا دقیقا مثل عضله سرشونه و بازوی میمونه، پشت پا عین جلو بازوه، عضله سرشونه دقیقا مثل سرینی هم عضله باسنه، به همون فرم باید بیایم ما تو روز تمرین پامون بهش تمرین بدیم. ولی بیشتر خانم‌ها به نظر من باید رو عضله پشت پا و عضله سرینیشون کار بکنن. و عضله سینه برای خانوم ها همینجوری که میدونیم بافت عضله سینه برای خانوم ها بیشترش عمدهش چربیه، پس ما نمیتونیم عضله سینه خانوم ها رو رشد بدیم. شاید بتونیم قسمت زیر، بالا یا کنارش رو با یه سری حرکت ها تقویت بکنیم، ولی هر چقدر روی این عضله بیشتر کار بکنیم اون چربی از بین میره و عضله و اون قسمت سینه کوچیک‌تر میشه، چون بافتش عمده بافتش چربیه. پس با تامین سینه ما نمیتونیم سینه خانم ها رو بزرگتر بکنیم، فرم بدیم. معمولا میتونیم یه قسمت های زیر سینه یا بالای سینه رو میتونیم عضلاتش رو بیشتر بکنیم، ولی هرچی بیشتر روش کار بکنیم خون رسانی بیشتر بکنیم چربیش بیشتر از بمیره و کوچیک‌تر میشه. پس این اون خانمایی که به عنوان مثال میگم ما چیکار کنیم که مثلا سینه‌ای مثلا چیزا سینه‌مون کوچیک شه، بیشتر تمرین سینه انجام بدن با رژیمشون، درسته؟ بله، بله. به هر حال وقتی خون بدن تو هر قسمت بیشتر پمپ کنیم، خون سلول زنده است و باعث میشه که توجه به اون نقطه بیشتر بشه و به هر حال باعث تا یه حدودی دفع چربی میشه. یکی از چیزایی که خیلی برای من جالب بود، یه همچین مکانی به این بزرگی، این همه مکمله بدنسازی، میشه یه ذره بیشتر راجع به اینجا توضیح بدید؟ خدمت شما عرض کنم که مجموعه فیتابس داروخانه خانم دکتر ادیب‌پور
میشه گفت بزرگترین مرجع فروش مکمل‌های مجوزدار در سطح کشور، که فکر نمی‌کنم هیچ داروخونه‌ای به اندازه این مجموعه مکمل داشته باشه. تمام مکمل‌هایی که شرکتی‌اند همشون نماینده دارن در ایران و به شکل قانونی وارد میشن، محصولشون اینجا اسمبل میشن و داخل قوطی ریخته میشن و داروخونه ها فروخته میشن و فکر نمی کنم که همچین مجموعه تو کشور وجود داشته باشه و فکر می کنم که نیاز جامعه بدنسازی، جامعه ورزشی ما یه همچین مجموعه بود که ما به اتفاق همکارا تونستیم این مجموعه رو افتتاح بکنیم. در کنار این موضوع خود من و قهرمانای دیگه که قطعا میشناسین، آقای زلفواری، آقای نزاکتی و یاسین لک، به شکل رایگان در این مجموعه به دوستان مشاوره میدیم که داخل پیجمون میتونن ببینن که چه روزایی هستیم و در خدمتشونیم. آدرس اینجا رو میشه شما؟ ما در شرق غرب هستیم، بلوار فرحسودی، بلوار نورانی، پلاک 52، دارخونه دکتر ادیب‌پور، مجموعه فیتاورس. ممنون از لطفتون کاشی، مرسی از اطلاعات مفیدی که به صورت رایگان در اختیار ما گذاشتید. واقعا ممنونم، مرسی که شما وقت گذاشتین، زحمت کشیدین اومدین. خب در آخر هم ممنونم آقای کاشی که بابت وقتی که ما دادید و از یه بابت اینکه یه همچین مجموعه خفنی با همین مشاورای رایگان خودتون و اون عزیزانی که نام بردید در اختیار بدنسازا این قرار دادید و پیرو به فرمایشات خودتون. واقعا جامعه بدنسازی ما به یه همچین مجموعه واقعا نیاز داشتش. ممنونم از شما هم که تشریف آوردین، وقت گذاشتین و امیدوارم که همیشه کارتون مثل همیشه موفق باشید. عزیز دلمید.